جامی، جایگاهی مطمئن برای رهپویان دانش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشی خدمت محصلین گرامی. اگر یاد شما باشه جلسه قبلی ما در مورد انواع حادثه ها صحبت کردیم، حادثه های سازگار، ناسازگار، مستقل، اینا صحبت کردیم. می جلسه میام فقط یک بار فرمول از اینا رو می‌نویسم که حادثه سازگار، ناسازگار، مستقل چیه که به ذهن شما بیه. بعد از اون میایم از اینا با هم دیگه چی حل می‌کنیم، مسئله حل می‌کنیم. اینا درست شد؟ اینه. پس میایم میگیم که قانون کلی احتمالات اول می‌نویسیم، میگیم که پی ای اتحاد با بی برابر است با پی ای جمع پی بی منفی پی ای تقاطع با بی. این قانون کلی احتمالات بود، قانون کلی احتمالات در مورد حادثه ها بود. پس میایم اینجا سه حالت در نظر میگیریم. پس میگیم که حادثه سازگار یا جلو روی می نویسیم بعضو، میگیم که اگر میگیم که پی ای اتحاد با بی برابر باشه با پی ای جمع پی بی منفی پی ای تقاطع با بی، به شرط از اینکه اگر پی ای تقاطع با بی ما مخالف تهی بودن یا خالی بودن یا صفر بودن باشه، در صورت میگیم این حادثه میشه سازگار، حادثه سازگار میشه. میگیم قسمت بعدی ما میگیم که اگر میگیم که پی ای اتحاد با بی برابر باشه با پی ای جمع پی بی ای باشه منفی پی ای تقاطع با بی، میگیم اگر پی ای تقاطع با بی مساوی با خیلی بودن یا صفر بودن باشه، اینا مساوی چی باشه؟ خیلی بودن یا صفر بودن باشه. برای از اینا میگیم حادثه ناسازگار. حادثه چی میگیم؟ ناسازگار. میگیم قسمت بعدی ما اینه، شما میگیم پی ای اتحاد با بی برابر است با پی ای جمع پی بی منفی پی ای تقاطع با بی. اگر پی ای تقاطع با بی برابر با پی ای ضرب در پی بی باشه، میگیم این حادثه مستقل میشه. اینا حادثه چی میشه؟ مستقل میشه. اینا یک رقم دیگه هم هسته که اگر احیانا جایی به کتاب چیزی دیدیم این هم میتونیم بگیم در مستقل بودن غیر مستقل بودن. میگیم اگر پی ای تقاطع با بی برابر باشه با پی ای ضرب در پی بی، این میشه مستقل. میگیم اگر پی ای تقاطع با بی نامساوی باشه، اگر پی ای تقاطع با بی نامساوی باشه با پی ای ضرب در پی بی، این میشه سازگار بودن میشه. اینا چی میشه؟ سازگار بودن میشه. اینا و قسمت سوم این شما هم ای بود که میگفتیم که اگر پی ای تقاطع با بی مساوی با خالی باشه، این میشه ناسازگار بودن میشه. دکینا ناسازگار. و این قسمت آخر معاینه شما هم ای بود، میگفتین که اگر پی ای تقاطع با بی مخالف خالی باشه، میشه سازگار بودن میشه. اینا پس تمام حالات ممکنی که میتونه اتفاق بفته که شما بگیم یک حادثه سازگار، ناسازگار یا مستقله، من هم بگیر برای شما ترسیم کردم. همه گی از اینا برای شما چکار کردیم؟ ترسیم کردیم تا جای سوال برای شما باقی نمونه که کدو حادثه سازگاره، کدو حادثه ناسازگاره و کدو حادثه مستقله. ایر برای شما می بیان کردم تا جای سوال باقی نمونه اینا که ما بتونیم خیلی خوب درک بکنیم که حادثه سازگار و ناسازگار و مستقل و غیر مستقل بودن به چه صورت هست. اینا ما یک مثالی با هم دیگه حل میکنیم تا مفهوم سازگار و ناسازگار بودن و امثال از این حال بتونیم خیلی خوب درک بکنیم اینا، که با هم دیگه بتونیم بهتر درک. من مثال اینجا با هم دیگه حل میکنم، مثال برای شما میخونم اینا. گفته احتمال ای که احمد به یک سوال امتحانی جواب بده 1/4. پس احتمال از ای که احمد به یک سوال امتحانی جواب بده
پی ای برابر با چند؟ 1/4. احتمال از اینکه احمد به یک سوال امتحانی جواب بده 1/4 اینا. پس از اینکه به احتمال از اینکه عمر به همون سوال جواب بده 1/3. پس احتمال از اینکه عمر به همون سوال جواب بده برابر با چند؟ 1/3 اینا. یام 1/3. گفتم مطلوب است تعیین کنید احتمال از اینکه احمد یا عمر به همین سوال جواب بدن چه مقداره اینا. درست شد؟ به همین سوال جواب بدن چه مقداره؟ یک لحظه دقت کنیم ببینید شما اینجا سوال بر ما مطرح کرده. ما میفهمیم احمد و عمر دو نفرن که امتحانا خور چیکار میکنن؟ به صورت مستقل میدن. دو تا فردی ان که دارای استقلالن، هر کدوم با آزادی عمل جواب خور میدن. پس این دو تا حادثه نسبت به همدیگه سازگار نیان. پس دو تا حادثه نسبت به همدیگه چی ان؟ مستقلن. به همین خاطره که ما میایم ابتدا قانون کلی احتمالات رو برای اینا مینویسیم. بگیم میشه پی ای اتحاد با بی برابر است با پی ای، پی ای جمع پی بی منفی پی ای تقاطع با بی ما میشه اینا. ای از این اینا. چون این دو تا حادثه نسبت به همدیگه مستقلن، یعنی احمد و عمر هر کدوم سوالا رو جداگانه جواب میدن، پس اینجا میگیم که پی ای تقاطع با بی ما برابر میشه با پی ای ضرب در پی بی ما میشه. چون هر دو تا نسبت به همدیگه مستقلن، هر کدوم به سوال خود داره استقلالن جواب میدن. پس بیاییم قیمت گذاری میکنیم، میگیم اینجا ما داریم، میگیم که پی ای اتحاد با بی برابر است با پی ای احمد ماین شمانه 1/4 جمع پی بی ماین شما عمره که جواب میده 1/3 منفیه پی ای تقاطعی با بی، هم چون مستقل هستن به صورت حاصل ضرب تبدیل میشه. پس میشه 1/4 ضرب در 1/3. میاییم قسمت دیگه جمع و تفریقا و ضربا خور انجام بدیم. پس میگیم که پی ای اتحاد با بی برابر است با 1/4 جمع 1/3 منفی 1/12. اینا رو ضرب میکنیم، 1 ضرب در 1 میشه 1/4 ضرب در 3 میشه 12. میاییم مخرج مشترک ما بین از اینا میگیریم. پس میگیم که پی ای اتحاد با بی برابر است با مخرج مشترک بین از اینا چند؟ 12. 12 تقسیم بر 4 چند میشه؟ 3. 3 ضرب در 1 چند؟ 3 جمع. 12 تقسیم بر 3 چند میشه؟ 4. 4 ضرب در 1 چند میشه؟ 4 منفی. 12 تقسیم بر 12 چند میشه؟ 1. 1 ضرب در صورت چند میشه؟ 1 میشه اینا. پس تا اینجا با شدگیر به دست آوردیم. پس میگیم که پی ای اتحاد با بی برابر است با مخرج چند؟ 12. میگیم 3 جمع 4 میشه 7. پس اینجا میشه 7 منفی 1. پس میگن که پی ای اتحاد با بی برابر است با 6 تقسیم بر 12 برابر است با 1/2 برابر میشه با 0.5. پس میگیم که 50% احتمال دارن که احمد و عمر هر دو تا اینا به سوال مورد نظر جواب درست بدن اینا. پس تا اینجا ما بفهمیدیم که مثلا این مثال بود از مستقل بودن. از چی بود؟ از مستقل بودن. حالا اگه میایم یک مثالی حل میکنیم با هم دیگه، از چی حل میکنیم؟ از سازگار یا ناسازگار بودن ما این مد نظر بگیریم. خب من این قسمت پاک کنم که با هم دیگه باز از این استفاده کنیم اینا. یک بار من سوال میخوانم برای شما که امو داده ها میچیزه که اطلاعاتی که لازم داریم یادداشت کنیم. میگه در پرتاب یک مکعب، در پرتاب یک مکعب ابتدا ما میایم فضای نمونی رو مینویسیم. فضای نمونی یک مکعب چیه؟ 6 تا وجه داره. پس اینا 1, 2, 3, 4, 5, 6. در پرتاب یک مکعب فضای نمونی ما شما 6 تا وجه داره، بر روی هر وجه یک عدد نوشته، پس 6 میشه اینا. در پرتاب یک مکعب احتمال این که عدد ظاهر شده تا یا اول بر زمین بنشینه چنده؟ پس احتمال از این که عدد تاق باشه. ابتدا میاییم عدد تاق بودن مد نظر قرار میدیم. عدد چیه؟ تاق بودنه. پس ای ماین شما تاق بودنه. ای ماین شما چیه؟ پس تاق بودن ما ای میگیریم. تاق بودن ما میاییم ای میگیریم. تاق چه عدادی میتونه باشه؟ 1, 3, 5. این اعداد اعداد تاقه. قسمت بی گفته یا عدد اولی باشه بر زمین بنشینه چنده؟ عدد اول
عدد اول مورد نظر بی بگیریم. عدد اول چیه؟ یک جز اعداد اول نیه. پس اعداد اول اعدادی هن که فقط بر خود خوب بر یک قابل تقسیم کردن باشه، یک جز از اونا نیه. پس میشه 2, 3, 5 اینا میشن اعداد اول مال شما. اعداد چی شدن؟ اعداد اول مال شما. نگاه میکنیم آیا ما بین از این اعداد مورد نظر مال شما تقاطعی وجود داره یا نه. پس میگیم ای تقاطع با بی داریم یا نداریم. اینا نگاه میکنیم اینجا عددی داریم 3، پس اینجا هم چند داریم؟ 3. اینجا داریم 5. اینجا هم چند داریم؟ 5. پس اونایی که تقاطع دارن یا اشتراک دارن می نویسیم، میگیم 3 و 5 اعدادی هن که در بین اعداد تاق و اعداد اولی چی هن؟ مشترک هن. ای باشه اینا. پس اینجا مشخص شد زمانی که میگیم اینا دارای تقاطع هستن، پس این دو حادثه نسبت به همدیگه چی هن؟ سازگار یا وابسته هن. پس اینجا میایم فرمول رو ابتدا می نویسیم. فرمول مورد نظر چه کار بکنیم؟ می نویسیم اینا. پس میگیم ما داریم پی ای اتحاد با بی برابر است با پی ای جمع پی بی منفی پی ای تقاطع با بی ما شما. این فرمول رو بنوشتیم. میایم قسمت بعدی ما شما که ما یه مسئله رو حل بکنیم به چه صورته؟ میگیم که پی ای اتحاد با بی که میشه همو اتحاد دو حادثه میشه با هم دیگه. این کار رو نداره می نویسیم. میگیم ما داریم پی ای اتحاد با بی برابر است با به جای پی ای قیمت میگذاریم، به جای پی ای میشه این ای تقسیم بر این اس جمع، به جای از این میگذاریم میشه این بی تقسیم بر این اس منفی، به جای از این میگذاریم این ای تقاطع با بی تقسیم بر این اس میشه. پس میایم قیمتا رو وضع میکنیم اینجا با. پس اینجا میگیم پی ای اتحاد با بی برابر است با این ای معنی شما یعنی تعداد عضوهای تاقی که داریم 1, 2, 3 این 3 میشه تعداد کل عضوهای فضای نمونه 1, 2, 3, 4, 5, 6 پس میشه 6 تا این از این شدن. جمع قسمت بعدی اعداد اولی معنی شما 1, 2, 3 این هم 3 میشه. باز این ای اسم چنده؟ 6ه منویسیم منفیه. باز هم این ای اسم اینجا 6ه. اعدادی که تقاطع داریم 1 عدد 2 عدد اینجا میشه 2 تا. خب در این مرحله میایم میگیم که مخرجا هم میگی یکیه، مخرجا هم میگی چیه؟ یکیه. صورت ها رو خود هم دیگه جمع و تفریق میکنیم، پس میگیم میشه 3 جمع 3 منفی 2 پس میگیم که میشه پی ای تقاطع با بی برابر این میشه 6. 3 جمع 3 میشه 6 منفی 2 میشه 4 میشه اینا. پس میگیم میشه پی ای اتحاد با بی برابر است با میشه چند؟ میشه 2/3. میگیم 2/3 احتمال داره که اعداد مورد نظر مال شما چی باشن؟ تاق یا عدد اول باشن. با پرتاب کردن یک مکعب بر روی سطح زمین احتمال از اینکه اعداد مورد نظر تاق یا عدد اول باشن 2/3 ممکنه که اعداد مورد نظر مال شما اعداد تاق یا اعداد اولی باشن. خب پس تا اینجا ما بفهمیدیم مفهوم سازگار یا ناسازگار بودنه. با هم دیگه یک مسئله از مستقل بودن حل کردیم، یک مسئله هم از چیه؟ از حادثه سازگار یا ناسازگار حل کردیم تا بتونیم بفهمیم که مثلا چه مقدار احتمال داره که اعداد مورد نظر ماین شما اینا باشن. میتونیم ولی یک مسئله دیگه حل بکنیم که از حادثه هایی باشه که ناسازگار باشن، دیگه این دفعه سازگار نباشن. میام این قسمت یکی حل میکنیم با هم دیگه. میگیم در پرتاب یک مکعب، در پرتاب یک مکعب ابتدا میایم فضای نمونه مکعب رو ترسیم میکنیم. میگیم اس برابر است با 1, 2, 3, 4, 5, 6 یک مکعب. در پرتاب یک مکعب احتمال از اینکه اعداد تاق باشن، احتمال از اینکه اعداد چی باشن؟ تاق باشن. پس تاق بودن رو می‌نویسیم. تاق بودن مورد نظر ما این شما رو ای در نظر می‌گیریم، درسته؟ میگیم ای مورد نظر ما این شما میشه 1, 3, 5 اینه. تاق بودن ما این شما این اعداد میشه 1, 3, 5 میشه. احتمال از اینکه عدد مورد نظر هم تاق باشه و هم بر عدد مثل 2 یا عدد مثل 4 قابل تقسیم کردن باشه، یا عدد مثل 4 چی باشن؟ قابل تقسیم کردن باشن اینا. پس میگیم که اینجا میشه عدد قابل تقسیم بر 4 ایر بی فرض میکنه.
خب پس میگیم عدد قابل تقسیم بر 4 در اینجا چنده؟ فقط 4ه. دیگه عددی نداریم که بر 4 قابل تقسیم کردن باشن. میایم ابتدا تقاطع میگیریم ببینیم آیا دو تا تقاطع دارن. میگیم A تقاطع با B معنی چون اینجا 1 3 5، اینجا 4 داره، پس اینجا میگیم که تقاطع ندارن. تقاطع از اینا مساوی با چیه؟ خالی بودن یا صفر بودنه. پس زمانی که تقاطع ما مساوی با خالی بودن یا صفر بودنه، پس میگیم حادثه ها نسبت به هم دیگه چی ان؟ ناسازگارن. با هم دیگه چی ان؟ ناسازگارن. پس میایم مسئله مورد نظر خور حالا حل میکنیم با هم دیگه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ حل میکنیم. ابتدا فرمول خور مینویسیم. بگیم فرمول مورد نظر ما اینه PA اتحاد با B برابر است با PA جمع PB منفی PA تقاطع با B. ما میفهمیم PA تقاطع با B ما مساوی با چیه؟ توهی صفره. اور نمی نویسیم. پس قاعدتا فرمول با چی میشه؟ فرمول میشه PA اتحاد با B برابر است با PA جمع پیه بی میشه. فرمول مال شما یه میشه، این فرمول ناسازگار بودن میشه. اینا ناسازگار بودن میشه به خاطر از اینکه او قسمت پیه ای تقاطعی با بی دیگه خالی هیچی نداریم، پس او صفر قرار میدیم، نمیتونه نویسیم. پس میگیم که پیه ای اتحاد با بی برابر است با اینجا میگیم این ای تقسیم بر این اس جمع یم میشه N B تقسیم بر N S میشه. پس اینجا میگیم میشه P A اتحاد با B برابر است با N A مورد نظر تعداد عضوهایی که در A 1 2 3 میشه. N S ما چند تا عضو داره؟ 6. 1 2 3 4 5 6 میشه جمع. N B مورد نظر چند تا عضو داره؟ 1. پس N S ما چنده؟ 6 میشه. پس میایم مخرج مشترک ما بین از اینا میگیم P A اتحاد با B برابر است با 6 3 جمع 1 میشه. پس میگیم که PA اتحاد با B برابر است با 4 تقسیم بر 6 میشه که برابر میشه با 2 تقسیم بر 3 میشه. پس 2/3 احتمال داره که اعداد مورد نظر ما این شما تاق یا عددی باشه که بر 4 قابل تقسیم شدن باشه، که این حادثه چی میشه؟ حادثه ناسازگار میشه. اینا امیدوارم که مفهوم حادثه سازگار و ناسازگار رو بفهمیده باشیم و خیلی بهتر درک کرده باشیم. ما از هر کدوم از این حادثه سازگار، ناسازگار یا مستقل یک مثال با همدیگه حل کردیم. باز انشاءالله جلسه بعدی بشه در مورد قوانین یا قواعد دمرگان هم با همدیگه میگیم، اونا رو هم باز میگیم در حل مسائل خود خود استفاده میکنیم. یک سری قواعد دیگه هم که منباب از اینا که در مورد متمم بودن و امثال از اینهای اونا رو هم برای شما میگیم تا بتونیم مفهوم از اینا بهتر درک بکنیم. اینا باز یک سری مفاهیم دیگه هم که در مورد تفاضل هم هست، در مورد تفاضل هم برای شما میگیم که فرمول های از اینا در حل مسائل که در حادثه های ما شما باشه نهایت استفاده ببریم. موفق و معید باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جامی، جایگاهی مطمئن برای رهپویان دانش.